گزارشگری که برای گرفتن فیلم‌های خوب دست به کارهای وحشتناکی می‌زنه. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه فیلم نایت کراولر یا شبگرد مثل 2014 رو ببینیم که جک جیلنهال خفن توش بازی کرده و یکی از بهترین بازی‌های خودش هم ارائه میده. فیلمی که با هیجان بالا و داستان خفن خودش یکی از بهترین‌های این سبک حساب میشه. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی لویو میبینیم که داره با یه آهنبر قسمتی از یه فنس آهنی رو میبره. یه دفعه پلیس سر میرسه و اونم میره جلو که بگه من بیگناهم و با یه ضربه پلیس رو بیهوش میکنه. ساعت پلیس هم میدوزه و با اون فنس که بریده سوار ماشینش میشه و فرار میکنه. بعدن خودش رو به اوراقی میرسونه و با صاحبش بحث میکنه تا بتونه این فنس آهنی رو بهش بفروشه. موفق هم میشه و میفهمه کلا کارش دزدیدن این چیزا برای چندر قاز پوله. بعدم هی به طرف گیر میده که استخدام ندارید، من کلی قابلیت دارم. یه سری دروغ میبافه. طرفم میگه که من میدونم دزدی و دوست ندارم که دزد اینجا کار بکنه. خب لویی هم سرش رو میزه پایین و میره. وسط پل هم میبینه که یه عالمه پلیس وایسادن. خب کنجکاو میشه و میزنه بغل. میفهمه که یه ماشین تصادف کرده و داره آتیش میگیره. مامورای پلیس هم دارن آدما رو ازش بیرون میکشن. یه رفعه یه مردی به اسم جو با یه تیم فیلمبرداری سر میرسه و دوربینی هم دست خودشه. با سرعت میره جلو و شروع میکنه فیلم گرفتن از تصادف و قربانی هایی که به شدت مجروح شدن. خیلی برای لوی این جالبه. برای همینم وقتی کار جو تمام میشه میره سمتش و میپرسه که تو شغلت چیه؟ اونم توضیح میده که من یه خبرنگار فریلنسرم، یعنی برای خودم کار میکنم. وظیفه هم اینه که همیشه دنبال پلیسا میگردن تا بفهمم که چه اتفاق عجیبی افتاده. خودم سری به اونجا میرسونم و سری از صحنه ها فیلم میگیرم. بعدم ویدیویی که به دست آوردم و به کانال های مختلف میفوشم چون خیلی حاضرم پول زیادی براش بدم. لوی هم که در به در دنبال پوله گیر میده که میشه بیام برات کار کنم، اما جو میگه که فعلا استخدام نداریم و تو هم فکر نمیکنم بتونی تو این کار موفق شی. اما خب این قضیه قرار است لوی رو ناامیدش بکنه. روز بعدی میبینیم که طبق معمول رفته کنار ساحل و حالا یه دوچرخه میدوزه. بعد که اینه بفروشتش طرف حاضر نمیشه ازش بخره که نگاه لویی به یه سری دوربین و یه رادیو پلیس میفته. براش جالبه و میگه اصلا نمیخواد بهم پول بدی، من حاضرم این دوچرخه گی خفن رو بهت بدم و فقط یه رادیو پلیس ازت بگیرم و یه دوربین خیلی معمولی. فروشندم با کله قبول میکنه چون دوچرخه خیلی گرونه. شب که میشه با رادیو پلیسش تو ماشین نشسته و داره به حرفایی که پلیس رد و بدل میکنن گوش میده، اما میفهمه که اونا یه سری کد برای خودشون دارن و خب درکش برای لوی خیلی سخته. برای همینم نمیتونه تشخیص بده که کدوم یکی از گزارش‌های اتفاق مهم و رندوم دنبال چند تا از آدرسایی که پلیسا میدن میره. چند بار اولا موفق نیست به خاطر اینکه به جاهای خیلی ساده میرسه. مثلا دارن یه نفر تست الکل میگیرن، وقتی هم با دوربینش میره جلو که فیلم بگیره پلیسا خیلی سریع هولش میدن عقب و کارشون رو انجام میدن. یا یه جایی که دارن یه دستگیری خیلی معمولی از یه نفر به خاطر مواد انجام میدن. بار آخر به جای میرسه که یه تصادف خیلی بد رخ داده. خب طرفم خیلی مجروح شده. لوی هم سعی دوربینش رو روشن میکنه و میره جلو و موفق میشه یه مقداری ازش فیلم بگیره. یه رفعه جو و تیمش هم سر میرسن، ولی خب تا میان دست به کارشن و فیلم بگیرن پلیسا که خیلی دیگه از لوی عصبانی شدن هر جفتشون رو از اونجا میندازن بیرون. جو هم شروع میکنه به داد و بیداد سر لوی که برنامه‌مون رو خراب کردی و این حرفا. بعدم به چند تا از شبکه‌های مختلف جو زنگ میزنه تا باهاشون در مورد این قضیه صحبت کنه و بگه که یه فیلم خیلی کوچیکی گرفته، اونقدر زیاد نیست ولی میخواد بفروشتشون. لوی هم گوش میده و شماره تلفن و آدرس چند تا از این شبکه‌ها رو پیدا میکنه. بعدم سوار ماشین میشه و خودشو سریعاً به اخبار کانال 6 میرسونه. مسئول اخبار شبانگاهیشون هم زنی به اسم نینا و خب لوی بهش میگه که چه فیلمی آورده و اونم با دیدنش خیلی کنجکاو میشه چون اطلاعات مهمی توش داره. برای همینم هم به تهیه کننده کانال یعنی فرانک خبر میده. اونم میاد و فیلمو تماشا میکنه ولی مخالفه چون میگه خیلی صحنه‌های خشن دیگه توش داره و ممکنه کلا کانالمون رو از اینجا حذفش کنن. اما نینا بهش گوش نمیده و میگه به هر حال اینجا مسئولش منم و دستور میدم که اینو پخشش کنید. فرانک هم مجبور میشه کنار بیاد. بعدم نینا و لوی در مورد حق الزحمه کارش صحبت میکنن و خب یه پول کمی به لوی میدن و اونم راضیه چون اولین کارشه و خیلی هم خوشحال میشه. در آخرم نینا بهش میگه تو خیلی پتانسیل خوبی تو این کار داری و میتونی فیلم های خوبی بگیری. برای همینم هم کافیه یه مقدار کیفیت دورونو ببری بالاتر و یه دونه دستیارم استفاده کنی تا بتونی از چند تا زاویه فیلم بگیری. لوی هم پیشنهادشو گوش میده و از اونجا میره. وقتی هم به خونه میرسه میزنه کانال 6 و خب فیلمی که گرفته رو از اخبار میبینه و خیلی خوشحال میشه چون انگاری بالاخره یه انگیزه ای تو زندگیش داره. سری میره توی اینترنت و فیلمی که پخش شده بود دانلود میکنه تا به عنوان رزومه خودش نگه داره.
بعدم میره توی یه سایتی و شروع میکنه به گوش دادن به کدهای پلیسا. میخواد همشون رو حفظ کنه تا بتونه راحت‌تر صحنه‌های مهم رو ردیابی کنه. یه آگهی هم برای استخدام دستیار فیلمبرداری ثبت میکنه که خب اول از همه مردی به اسم ریک جوابشو میده و با هم قرار ملاقات میذارن. تو ملاقاتشون هم لوی توضیح میده که کافیه که تو کنار من تو ماشین بشینی، جاهای مهمی که میخوایم بریم و بهم یه آدرس درست بدی از جی پی اس و وقتایی هم که مقصد رسیدیم هر جایی گفتم بریم و فقط فیلم بگیری. اونم خب خیلی خوشحال و بنزش کار راحتی و قبول میکنه و لوی بهش میگه که راستی این کار کارآموزی و قرار نیست بهت پولی بدم. حرفی که تو پر نیک میزنه و خیلی ناراحت میشه چون به شدت به پول لازم داره. دوباره شروع به صحبت میکنن و لوی در آخر قانع میشه که هر شب به ریک $30 پول بده تا کنارش باشه. خب اونم دیگه واقعا قبول میکنه. عصرم اولین روز کارشون شروع میشه. توی ماشین نشستن دارن و حرف پلیسا گوش میدن و توی این مدت هم لوی به ریک کد پلیسا رو یاد میده تا راحت تر حرفاشون رو درک بکنن. هوا دیگه تاریک شده و یه دفعه کد یه تصرف خیلی بزرگ رو اعلام میکنن. لوی هم میشینه پشت فرمون و شروع میکنه به گاز دادن و به ریک میگه که سریع آدرس رو بهم بگو. در این حال هم هی شروع میکنه داد و بیداد کردن که زودتر بگو، بلندتر حرف بزن، هی اون هولش میکنه. ریک هم این وسط که هول شده یه آدرس اشتباهی میگه و مجبور میشن یه خیابون دوبار دور بزنن که در آخر هم وقتی به مقصد میرسن میبینن که جو و تیمش قبل اونا اومدن و فیلمو کاملا گرفتن. دیگه پلیسا کسی راه نمیدن که بره جلو. چیزی که خیلی لویو عصبانی میکنه توش شروع میکنه به دعوا با ریک. ریک هم میگه که تقصیر خودت بود، نباید هولم کنی، اگه داد و بیداد نکنی میتونم بهترین آدرسو بهت بدم. لوی هم که میفهمه اونقدر حرفای ریک بیرا نیست قبول میکنه یه بار دیگه بهش شانس بده و این بار هولش نکنه. همین شب کد دوزی از خونه هم و پلیس میشنون و دوباره سمت اونجا راه میافتن. این بار لوی اصلا حرفی نمیزنه و ریک هم بهترین آدرس رو بهش میده و قبل از خیلی از مامورهای دیگه به اونجا میرسن. مشکل اینه که چند تا پلیس تو صحنه جومن و خب تمام دور تا دور اونجا رو بستن و اجازه نمیدن که دیگه کسی وارد شه. انگاری از یه خونه سرقت مسلحانه شده. لوی هم ناامید نمیشه. یواشکی از پشت همه میره داخل خونه بدون اینکه به پلیسا توجهی بکنه. شروع میکنه فیلم گرفتن همه چیز و میفهمه که روی یخچال هم چند تا جای گلوله هستش. میره جلو، عکس‌های روی یخچال جونی میچینه که همشون تو کادر باشن و یه صحنه خیلی غم‌انگیز از اونجا میگیره. یه سکانس دیگه هم در حالت میگیره که شیشه خونه تیر خورده و صاحبای خونه بیرون دارن با پلیس صحبت میکنن که یکیشون بچه رو هم بغل کرده. سکانسی که خیلی به نظر غم‌انگیز میاد. در آخر هم یواشکی یکی از نامه‌های این خانواده رو میدوزه تا اسم فامیلشون رو داشته باشه و به کانال 6 میاد. دوباره با مسئول اونجا یعنی نینا صحبت میکنه و اونم از دیدن ویدیوها خیلی هیجان زده میشه چون میتونه یه داستان غم انگیز خوب برای اخبارشون بسازه. طبق معمول هم فرانک یا تهیه کننده برنامه مخالف این قضیه است به خاطر اینکه میفهمه یه نامه هم دزدیدن و اسم و فامیل این قربانی‌ها رو از رو نامه میخوان بخونن. فرانک میگه این کار غیر قانونیه اما نینا میگه قرار نیست کسی بفهمه و خب خبرم پخش میکنه. این میشه شروع موفقیت لوی و ریک. خیلی زود کارشون میگیره، بیشتر از همیشه ویدیو میگیرن، راحت‌تر حرفای پلیس رو میفهمن و نیک هم توی آدرس دادن واقعا حرفه‌ای شده و خیلی راحت لوی به مقصدش میرسونه. کم کم با پولی که جمع میکنن لوی ماشین برای خودش میگیره و یه دوربین خیلی حرفه‌ای تا که کیفیت کارش رو بالا میبره. یه دوربین دیگه هم برای ریک تهیه میکنه تا بتونه از زاویه‌های بعدی فیلم بگیره براش. انقدر انگیزه لوی برای گرفتن ویدیوها بیشتر شده که یه بار به جایی میرسه که تصادف رخ داده و خب هنوز پلیس هم به اونجا نیومده. کسی که تصادف کردم خیلی نگران داره با مامور پلیس صحبت میکنه. لوی هی سعی میکنه ازش حرف بکشه و اونم با عصبانیت هولش میده عقب. یه دفعه نگاه لوی به ماشین دیگه میفته که رانندش افتاده کنار خیابون و به شدت مجروح شده. ولی خب دورش نوری نیست. لوی با بیرحمی اونو میکشونه زیر نور ماشین تا بتونه یه صحنه خیلی خوب ازش بگیره بدون اینکه هیچ کمکی برسونه. بعدم که داره اونجا دور میشه جو تیمش رو میبینه که از اونجا میخوان رد شن و خب جو خیلی عصبانی میشه که لوی قبل از اون تونسته فیلمو بگیره. سریع هم از اونجا میان و پیش نینا و دوباره این ویدیو رو با قیمتی بالاتر بهش میفروشن. نینا متوجه میشه که لباس لوی خونی و میفهمه که یه دستی تو قضیه داشته و کار بدی انجام داده. اما خب به هر حال کانال خودش داره میره بالا و حرف زیادی نمیزنه. امشب لوی کار عجیب دیگه هم میکنه که به نینا گیر میده که باید با هم شام بیای بیرون، میخوام یه قرار با هم بذاریم. نینا دوست نداره این کارو انجام بده چون هم میل زیادی نداره و هم نمیخواد که رابطه کارشون به هم بخوره.
اما لوی شروع میکنه به اخاذی کردن، میگه اگه با هم نیای دیگه برات هیچ فیلمی نمیارم. نینا هم که خب میترسه کارش به هم بخوره قبول میکنه که باهاش شام بیاد بیرون. صبح روز بعدی هم میبینیم که وقتی لوی داره خونش میاد بیرون، جو تیمش از قبل منتظرشن. جو میاد طرفشو میگه بیا با من کار کن، اگه عضو تیمم باشی خیلی میتونیم بیشتر پول در بیاریم. اما لوی که حالا کارش داره میگیره با بیرحمی جو را کنار میزنتش و اونم که خیلی عصبانی میشه شروع میکنه به فوش دادن. لوی هم با بیخیالی ازش رد میشه. شب که میرسن اولین قرار لوی با نینا، جایی که نینا بهش میگه من صرفا با تو اومدم شام بخوریم تا اون حرفتو کنار بذاری و با هم کارتو ادامه بدی و نمیخوام با هم رابطه ای داشته باشیم. ولی لوی اخاذشو به مرحله دیگه میبره، میگه اگه با هم نخوابی هم دیگه برات فیلم نمیارم و کاری میکنم کلا شبکتون زمین بخوره. بعدم یه سری حرف از تحقیقاتی که در مورد شبکه کانال 6 انجام داده میزنه، میگه من فهمیدم که برنامه تو خیلی ویوئراش کم بودن و وقتی که من باهاتون هم کاری دارم میکنم به یکی از بهترین ها تبدیل شده. اگه این ویدیوها قطعشن تمام کارتون زمین میخوره و قطعا تو رو هم اخراج میکنن، چون میدونم که لب مرزی الان. نینا هم که میفهمه چاره ای نداره قبول میکنه که هر آخر هفته بیاد پیش لویی و با هم رابطه داشته باشن. اونم که از خداشو به همین راضی میشه. یه مدت به همین شکل جریان پیش میره تا اینکه یه شب وقتی که لویی و ریک تو ماشینن، ریک دوباره آدرس اشتباه میده. این بار باعث شه که به صحنه تصادف نرسن، تصادف که به بزرگترین خبر هفته قراره تبدیل شه و واقعا وحشتناکه. خب نمیتونن این فیلمو بگیرن و لویی میبینه که جو و تیمش قبل از اون این کارو انجام دادن و با خنده کنارش رد میشن. جو که میفهمه یه اتفاق خیلی مهم و از دست داده، شروع میکنه به فیلم گرفتن از اتفاقات کوچیک و مختلف بلکه بتونه یه جور آبروی خودشو بخره. ولی وقتی اینا رو برای شبکه 6 میبره، نینا خیلی عصبانی میشه و شروع میکنه داد و فریاد که تو همه کارهای بدو باهام انجام دادی، ازم اخاذی کردی، کلی تهدیدم کردی و در آخرم برام فیلمی آوردی که همین مطمئنه باعث زمین خوردن کارم بشه. چون الان شبکه رقیبمون بهترین فیلمو داره و تو برام نتونستی جورش کنی. لوی هم خیلی ناراحت شده و شب که میاد خونه و از اخبار فیلمی که جو گرفته بود رو تماشا میکنه به شدت عصبانی میشه، اونقدی که تمام لوازم حتی آینه ها رو میشکنه و فقط فریاد میکشه. مشخصه که چقدر لوی به این کار داره اهمیت میده و واقعا یه روی روانی وحشتناک داره. اینو بیشتر میفهمیم به خاطر اینکه همیشه به خونه یواشکی میره بیرون، خودشو به خونه جو میرسونه و از زیر ماشینش یه قسمتی از ترمزش رو میبره، چیزی که روز بعدی اتفاق بدی رو رقم میزنه. شب بعدی که جو و ریک دنبال یه اتفاق برای فیلم برداریان، خبری از پلیس میشنون که تصادف بدی رخ داده. وقتی به اونجا میرسن میبینن که ماشین جو تصادف کرده و خودش هم به شدت آسیب دیده. لوی هم بدون توجه به اینکه خودش همچین چیز وحشتناکی رو رقم زده، دوربینشو برمی‌داره و شروع میکنه به فیلم گرفتن و به ریک هم دستور میده که همین کارو انجام بده. حتی از جو یه فیلم کاملا نزدیک میگیره که داره خون بالا میاره و داره با همون نفسای آخر به لوی فوش میده. این فیلم هم طبق معمول با قیمت بالایی به کانال 6 میفروشتش. چند شب بعد هم دوباره منتظر یه خبرن که متوجه میشن دزدگیر یه خونه فعال شده و انگار اتفاق بدی افتاده. سری به مقصد میرسن و لوی موفق میشه که قبل از تمام پلیس ها دوتا دزدی که دارن از خونه بیرون میان و کاملا ببینه و ازشون فیلم بگیره. حتی پلاک ماشینشون هم برمیداره. بعدم یواشکی میره داخل و خب صحنه های وحشتناک تری منتظرشن، جایی که جنازه پدر و مادر این خانواده غرق در خون روی زمین افتادن و با دقت همه اونا فیلم میگیره. و خب نکته بعد اینجاست که پدر هنوز زنده است و داره نفس میکشه، اما خب لوی توجهی نداره و بدون اینکه هیچ کمکی به زنده موندنش بکنه کاملا از این صحنه فیلم میگیره. سریع هم میاد بیرون و همراه ریک اونجا فرار میکنن، اما قبل از اینکه به شبکه 6 برن میزنن بغل و لوی از توی دوربینش صحنه که اون مرد زنده بوده رو کاملا پاکش میکنه، جوری که انگاری همون وسط خونه وقتی که دیدنش جونشو از دست داده بوده. صحنه زمان ورودشون هم که دزدها و ماشینشون معلوم بود و پاک میکنه که خب بعدن دلیلش رو میفهمیم. این فیلم هم وقتی به شبکه 6 میبره، نینا با خوشحالی استقبال میکنه چون کاملا خاص و قطعا شبکهشون میترک. منتها بحث اینجاست که این بار قبل از پلیس به محل رسیده بودن و خب ممکنه خطرناک باشه. برای همینم هم به وکیل شبکه زنگ میزنه و اونم میاد و فیلمو تماشا میکنه. با اینکه خیلی صحنه‌هاش وحشتناکه مجبور کامل ببینتش و بعدم میگه که نه شما میتونید فیلمو کاملا پخش کنیدش، فقط چند تا قانون بهشون یاد میده که اگه پلیس اومد پیشتون عینه استفاده کنید تا بفهمونید فقط برای فیلم برداری رفتید و دستی تو این کار نداشتید. یه مشکل دیگه هم اینجاست که این بار لوی 50,000 دلار پول نینا میخواد بگیره که خب اون در توانش این سرچی کاری انجام بده. لوی هم که خب آدم فرصت طلبی و کم نمیاره، میگه اگه این پولو بهم ندی فیلمو میبرم و بالاخره قانعش میکنه. بعد هم میگه این تنها خواسته من نیست، میگه از این به بعد هر فیلمی ازم پخش کردید باید اسم منو به عنوان فیلمبردار و اسم شرکتی که ساختمو به عنوان سازنده کلیپ پخش کنید، تا اینطوری هم شبکه‌های دیگه متوجه من بشن، هم سازنده‌های اصلی این شبکه بیان سراغمو با هم
میخوام بیشتر هم کاری انجام بدن. نینا هم خب مجبوره با همه اینا کنار بیاد و وقتی که زمان پخش خبر میرسه به گوینده ها میگه که چه چیزهایی رو در مورد لوی اعلام کنن و اونا هم همین کار رو انجام میدن. این فیلم توی شبکه میترکونه و به محض تمام شدن خبر سرمایه گذارهای اصلی شبکه به نینا زنگ میزنن و بهش تبریک میگن که یه کار خیلی خفن انجام داده و قرار اضافه حقوق خوبی بگیره. بعدم ازش میخوان که شخصا با لوی ملاقات کنن که لوی هم خب خیلی خوشحال میشه. روز بعد یه اتفاق بدی میفته. کسی در خونه لوی رو میزنه و وقتی بازش میکنه دو تا کاراگاه پلیس اونور در میبینه. کاراگاهایی که خیلی عصبانی ان چون لوی بدون اجازه پلیس وارد یه صحنه جرم شده و از اونجا فیلم برداری کرد. میان داخل شروع به سوال و جواب میکنن که لوی هم با استفاده از قانونهایی که اون وکیل گفته و یکم مخوش خودش موفق میشه که همه نگاه رو از خودش برداره. وقتی هم کاراگاه ها میگن اصلا چجوری قضیه با خبر شدی، میگه داشتیم با ریک دنبال صحنه میگشتیم که صدای تیراندازی از خونه شنیدم و خب برای کمک رفتم اونجا، اما وقتی فهمیدم که همچین اتفاقی افتاده گفتم که خب بذار یه استفاده ایم بکنم تا پولمو در بیارم، کارم خوب اینه و از صحنه فیلم برداری کردم. کاراگاه هم چیزی دستگیرشون نشده ولی میدونن که لوی داره چیزی رو پنهون میکنه. با این حال مجبورن ولش کنن و اونجا میرن. به محض رفتنشون هم لوی دست به کار میشه و توی اینترنت شماره پلاک اون ونی که اون شب دیده بود رو سرچ میکنه. موفق میشه که آدرس محل زندگی این دوتا دزدا رو در بیاره. همین شب هم همراه ریک به اونجا میرن. ریک سریع اون ونو میبینه، میگه این همونه که اون شب جلو خونه بود، بیا به پلیس خبر بدیم. اما لوی مخالفه و بهش میگه بذار یه اتفاق مهمی رو رقم بزنیم، اونا یه جای خاصی برن که وقتی به پلیس خبر داریم بتونیم ازش فیلم بگیریم و خب میتونیم پول خوبی به جیب بزنیم. ریک هم یکم دودل و مردده اما به هر حال کنار میاد، اما به یه شرط، اینکه باید درآمد منو خیلی بیشترش بکنیم. خب خبر نداره که لوی داره 50,000 دلار سر هر ویدیوش الان پول میگیره و میگه که من به جای 30 دلار هر شب 75 دلار میخوام. لوی هم با کله قبول میکنتش چون براش پولی نیستش. ریک هم یکم شوکه میشه و میگه چقدر سری قبول کردی، مگه چقدر پول در میاری؟ لوی هم میگه که دیگه حرفتو زدی و باید با همین پول الان با هم کار کنی. ریک هم مجبور کنار بیاد. بعد مدت این دو تا دو زخونه خارج میشن، تو ماشین میشینن و به سمت یه رستوران میرن. وقتی میرسن هم لوی با تلفنش به پلیس زنگ میزنه. سری خبر میده که اون دو تا دوزی که همچین کاری انجام داده بودن رو پیدا کردم و اطلاعات دقیق بهشون میده. بعد هم میگه مسلحن و خیلی باید مراقب باشید و در آخر هم تاکید میکنه که اسم منو بنویسید چون میخوام اون مژدگونی که پلیس گذاشته رو ازشون بگیرم. ریک هم که بوی پول بیشتر به مشامش خورده به لوی میگه نمیدونستم میخوای مژدگونی پلیس هم بگیری، حالا که اینطوری منم نصف اونو میخوام، اگه نصفشو بهم ندی حاضر نیستم هیچ فیلمی بگیرم. لوی هم که میدونه الان به دو زاویه فیلم برداری نیاز داره مجبور میشه حرف ریکو قبول کنه و بهش بگه که پیاده شو. اوکی، اونم سعی میره تو نقطه وای میسته و شروع میکنه به فیلم گرفتن از داخل رستوران. خود لوی هم از ماشین این کارو انجام میده. بعد مدتی مامورهای پلیس سر میرسن و بدون هیچ مکسی اون قاتلها شروع به تیراندازی میکنن. درگیری خیلی بدی شکل میگیره و تمام کسایی که داخل رستورانن جونشون رو از دست میدن. حتی یکم مامورهای پلیس زخمی میشه و یکی از دزدام همونجا کارش تمومه. اما نفر دیگه با اینکه بهش شلیک شده موفق میشه خودش رو به ماشین برسونه و شروع میکنه به فرار کردن. لوی هم سری گاز میده و بعد برداشتن ریک دنبال ماشین میرن، در حالی که چند تا مامور پلیس هم دنبالشونن. تعقیب و گریز خیلی هیجان انگیزی شکل گرفته که باعث میشه چند تا آدم معمولی هم تصادف کنن، چند تا ماشین پلیس چپ شه و همه اینها رو این دو نفر توی فیلمشون ضبط میکنن. لحظه آخر هم یه ماشین پلیس با همون قاتل تصادف میکنه و هر جفتشون چپ میشن. ریک و لوی هم پیاده میشن و شروع میکنن به فیلم گرفتن. لوی میره جلو تا از قیافه کسی که تصادف کردن فیلم بگیره و سری میاد عقب. به ریک میگه تو هم برو جلو چند تا زاویه دیگه از اون قاتله بگیر، خیلی بد تصادف کرده. ریک هم همین کارو انجام میده و وقتی میره جلوی ماشین قاتلی که هنوز جونش رو از دست نداده شلیک وحشتناکی به ریک میکنه. لوی هم که اصلا هیچی براش مهم نیست حالا از ریک یکم فیلم میگیره. قاتل هم ماشین پیاده میشه و میاد سمت لوی، ولی قبل اینکه بتونه بهش شلیک کنه مامورهای پلیس هم سر میرسن که بدون هیچ تردیدی هم به قاتل شلیک میکنن و جونش رو میگیرن. حالا لوی میره جلو و شروع میکنه چند تا کلوزآپ از قیافه همکارش ریک میگیره. ریک با همون نفسهای آخر میگه که تو از قصد این کارو کردی، تو میدونستی اون زنده است و فقط میخواستی فیلمت قوی تر بشه و همین لحظه هم جونش رو از دست میده. لوی هم قبل از اینکه این حرف رو بزنه فیلمو قطع کرده بوده که حرفاش نیفته و با برداشتن دوربین ریک از اونجا راه میفته و به شبکه 6 میره. فیلمو به نینا نشون میده و اون خیلی ناراحت میشه که لوی همکارش رو از دست داده، ولی خب به هر حال یه فیلم فوق العاده خفن و هیجان انگیز تونسته به دست بیاره. قبل از اینم که خبر رو پخش بکنن تهیه کننده برنامه یا همون فرانک میاد پیش نینا، بهش میگه که یه خبر مهم بهم رسیده.
اون اعضای خانواده‌ای که لوی ازش فیلم گرفته بود و یادته، اونا آدمای بیگناهی نیستن، اونا عضو مافیای بزرگ بودن. این دو نفری هم که امشب فیلمشون آورده عضو همون مافیان، و خلاصه که اصلا اونا رو نباید انقدر به عنوان مقدس و بیگناه جلوه بدیم. اما نینا میگه که اون به ما ربطی نداره، ما اگه اونا رو بیگناه جلوه ندیم فیلممون ویو زیادی نمیگیره، بذار پلیس ها ثابتش کنن. الان پول تو از بین رفتن آدمهای بیگناه. فرانک بهش میگه تو هم داری مثل لوی خیلی کارهای وحشتناکی انجام میدی. نینا میگه که اگه مثل لوی هم که خیلی خوبه، لوی همش دنبال پیشرفت و منم از اون یاد گرفتم که هیچ وقت نباید عقب بکشم. همین لحظه هم کاراگاه‌های پلیس سر میرسن، کاراگاه‌هایی که بهشون خبر رسیده لوی داشته همه چیز فیلم میگیره. میان داخل و دستور میدن که تمام فیلم‌های امشب رو باید بهمون بدید، اما خب نینا و تیمش مخالفشونن و میگن که باید حکم برامون بیارید تا بتونید اون حکمم جور کنید ما این فیلمو امشب پخشش کردیم. کاراگاه هم که عصبی‌تر شده، لویو به ایستگاه پلیس میبره تا شخصا ازش بازجویی انجام بده. تو بازجویی لوی خیلی ریلکس نشسته و میگه من هیچ دست تو قضیه نداشتم، اتفاقی اونجا بودم و همون حرفای تکراریو میزنه. کاراگاه هم میگه من مطمئنم همکارت ریکو فقط برای پول دروردن فرستاده جلو، اما لوی میگه که اون خودش از خطرهای کار خبر داشتش، کار ما اصلا آسون نیست و به جون خریده بود، تقصیر خودشه. کاراگاه دیگه رد داد و فریاد میکشه من بالاخره یه جا موچتو رو میگیرم، تو خیلی بیرحمی و اصلا نمیدونی چه بلایی سر بقیه میاری. اما خب بازم مدارکش کافی نیست و لوی خیلی راحت از اونجا خارج میشه. سکانس آخر فیلم لویو میبینیم که تو خیابون کنار چند تا ون به اسم شرکت خودشه و چند نفرم اومدن که اینجا استخدام بشن، کسایی که غیر از یکیشون لوی نمیخواد به هیچ کدوم پول بده و میگه شما همتون برای کارآموزی اومدید و باید خودتون رو ثابت بکنید تا بتونیم با هم همکاریمون رو ادامه بدیم. حرف آخرش هم به کارآموزا اینه که من هیچ وقت شما رو جایی یا برای کاری نمیفرستم که خودم حاضر نباشم اونجا برم یا اون کارو انجام بدمش، پس خیالتون راحت بشه. و ایندست که فیلم به پایان میرسه. موقع صحبت از فیلم دو تا چیز باید بررسی بکنیم. اولیش تاثیر شدید مدیا روی آدمهای الانه که برای مشهور شدن حاضرن دست به چیکارهایی بزنن، و دومیش هم مضرات مصرفگرا شدن انسانها که حاضرن برای رسیدن به چیزهای مادی چه کارهای وحشتناکی رو پشت سر بذارن. مورد اول خب خیلی واضحه، ما توی این فیلم لویو میبینیم که داره به وضوح تاثیر مدیا یا همون رسانه رو توی زندگیش میبینه. لویی که میخواد دست به هر کاری بزنه تا دیده بشه، انگار هیچ انگیزه ای تو زندگیش نداره، اما وقتی که دست به همچین کاری میزنه و میبینه همچین ویدیوهایی چقدر وایرال میشن و چقدر داره بهش اهمیت داده میشه، خب کل زندگیشو میاد تغییر میده. تنها هدفش هم اینه که هرچی بیشتر از قبل خودشو به دیگران نشون بده و انگار به جامعه بفهمونه که آقا من وجود دارم، و برای فهموندن اینم دیگه هیچ فیلتری رو خودش نمیذاره، حاضره که همکار خودشو فدا بکنه، حاضره یه انسان بیگناهی که داره جونشو از دست میده رو نجات نده، غم دیگران براش مهم نیست، طرف تصرف کرده رو بدونه که بپرسه چی شده رفته و جنازه رو میکشید توی نور که بتونه زاویه های بهتری تو فیلمش به وجود بیاره. یعنی کلا انقدری این جامعه مجازی، انقدر این مدیا براش مهم شده که تمام خصوصیات اخلاقی خودش رو داره زیر سوال میبره. انسانیت داره توسط مدیا و رسانه کشته میشه و خیلی قشنگ این حرف توی فیلم ما زده میشه. مورد دومم خب با یه مقدار تو بحر داستان بریم تا ببینیمش. اینکه انگیزه لوی اصلا از این کارها چیه؟ جدا از اینکه دوست داره دیده بشه، چرا خصوصیات اخلاقی خودش رو زیر سوال میبره؟ اینکه میبینه هر چی داره پیشرفت میکنه، ماشین‌های بهتری میتونه بخره، میتونه دوربین خودش رو آپدیت بکنه، میتونه لباس های قشنگ تری بپوشه. و این فقط در مورد لوی نیست، این اتفاق دقیقا برای ریک هم افتاد. ما میتونیم بگیم بلایی که سر ریک اومد شاید 50% تقصیر لوی بود، 50% دیگه‌اش تقصیر طمع خودش بود. اون طمعی که یه رفعه انجام داد، اینکه یه رفعه خاص مشتگانی پلیسو بگیره، هی میخواست پول بیشتری در بیاره، در نهایت منجر شد که یه رفعه لوی رد بده، بگه خب پس باید یه جوری از شر ریک خلاص شم و چی بهتر از همین اتفاقی که الان افتاده و میتونم خیلی اتفاق اینو رقم بزنمش. و ریکو فرستاد جلو اون بلا سرش اومد. طمع کردن توی این قضیه مصرفگرایی جای فیلمنامه نشون داده میشه. شخص سومی که توی این قضیه میبینیم همین اتفاقا براش میفته نینا بود، محصول همون شبکه 6، کسی که حاضر بود تن خودشو به حراج بذاره، یعنی علنا ارزش انسانی خودشو در حد یه تنفروش کاهش میده. و فقط برای چی؟ فقط برای اینکه بتونه توی کارش پیشرفت بکنه، پول بیشتری در بیاره، بتونه لباسهای مارکداری بپوشه. کسی که دقیقاً شخصیتش داره به یکی مثل لوی تبدیل میشه و خودش علنا اینو میگه من دارم مثل لوی میشم، ولی خب خوبه چون میخواد پیشرفت بکنه و برای این کار دست به هر چیزی میزنه، به این افتخار میکنه که داره انسانیت خودش رو از یاد میبره. خواستم اینا رو بگم تا یه مقدار درک بهتری از نایت کرالر رو پیدا بکنید. جدا از این بحثایی که گفتم و در بطن فیلمن، مهمترین نکته‌ای که باعث موفقیتش شد بازی فوق‌العاده جک جیلنهاله، کسی که توی این فیلم میاد قشنگ یه شخصیت کریپی، یه شخصیت
چندش رو به نمایش میذاره. مهمترین نکتهش هم همون حرکت چشمهای خودشه، جوری که چشمهای خودش رو یه وقتایی زوم میکنه، عصبانیتش رو توش میریزه و انقدری از چشمهاش توی این فیلم استفاده میکنه که اصلا شما وقتی فیلم رو ببینید قشنگ وایب طرف رو میگیرید، قشنگ میفهمه این یه آدمیه که اگه تو خیابون دیدیش نباید نزدیکش بشی، نباید بیشتر از یه حدی بذاری بیاد طرفت، چون ممکنه برای هدفهای خودش حتی تو رو هم فدا بکنتت. همه اینها رو ما میبینیم تو بازی جک جیلنهال میبینیم که خب از هر کسی بر نمیاد و فقط یه عجوبه میتونه قشنگ نمایش بدهش. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهادتون رو بنویسید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم گلسی.